بنامش در پناهش. بینندگان خوب تلویزیون هادی، سلام های گرم ما را پذیرا باشین از طریق برنامه روشنا. از عرض تسلیت داریم به مناسبت شهادت جانگداز پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، امام دانایی ها. و همچنین امروز روز 26 جون هست به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که این روز سازمان ملل اعلان کرده در 26 جون را به عنوان این روز تصمیم گرفتیم که امروز راجع به زندگی سالم از منظر حضرت امام محمد باقر علیه السلام با شما صحبت کنیم. ای که سبک زندگی چی هست و چطور میتونیم یک سبک زندگی سالم داشته باشیم و داشتن یک سبک زندگی سالم چطور میتونه ما را در رسیدن به اهدافمان در زندگی و مبارزه با چالش های پیش روی ما در زندگی کمک کنه، بحث امروز برنامه ماست. همراه با کارشناس محترم برنامه خانم فتحی در خدمت شما خواهیم بود و بحث و گفتگو میکنیم با شما. سلام خانم فتحی بزرگوار، خوش آمدیم به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور تسلیت عرض میکنم در روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را. یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم و گفتیم که سبک زندگی خانم فتحی، و قرار است راجع به این موضوع صحبت کنیم که سبک زندگی سالم چی هست. همون رقم که میفهمیم، همون اهداف، رفتار و تصمیمات و انتخاب هایی که ما در طول روز میگیریم و به صورت روزمره همین تداوم پیدا میکنن در طول عمر ما، این که چی میپوشیم، چی میخوریم، چی تصمیمی میگیریم، احساساتمون رو چطور کنترل میکنیم، تمامی اینها برمیگرده و سبک زندگی ما. میخواستم راجع به این مسئله بیشتر با ما صحبت کنید که در کل سبک زندگی چیست. بفرمایید، میشنویم از شما. امروز همونطور که شما فرمودین سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام هست، کسی که به عنوان شکافنده علوم ازشان یاد شده است. و از طرف دیگر ما همیشه به این اعتقاد هستیم که ائمه علیه السلام الگوهای ما هستند در زندگی. خب ما قطعا در باره معنویات، عبادات، عقاید ما، باورهای ما بسیار از ائمه علیه السلام شنیدیم و آنها را به عنوان الگوی ما پذیرفتیم. هر آنچه که اونها گفتن، سعی ما بر این است که عمل بکنیم به دستورات آنها. خب اگر ما حقیقتاً به سیره عملی امامان هم، به زندگانی اونها هم نگاه بکنیم، میبینیم که اونها الگوهای شایسته برای تمام ابعاد زندگی ما هستن. وقتی ما میگیم یک زندگی سالم هست و زندگی که سالم باشه، طبعاً خانواده هم سالم هست و به او اهداف و اون چیزهایی که برای خودشان در نظر گرفتن که در این جایگاه از کمال برسن، قطعا خواهند رسید. پس الگوهای ما بر ما توصیه های داشتن. کتاب راهنمای ما قرآن مجید است. وقتی که مفسرین اینها ائمه علیه السلام است مراجعه میکنیم، میبینیم در ذیل این آیات چه نکات ارزشمند از اینها برای ما بیان شده است. به عنوان مثال خداوند متعال در سوره مائده آیه 105 ما را به خود مراقبتی، به خود نگهداری دعوت می کند و می فرماید که هرچند که دیگرانی که در پیرامون شما هستند اینها گمراه باشند. حالا این گمراهی را ما تفسیرهای متعدد ازش می تانیم داشته باشیم. گمراهی چیز است که ما را به خطر مندازه سلامتی ما را. یک وقت از در افکار ماست این زلالت و گمراهی، یک وقت از در اخلاق ماست و یک وقت هم هست در جسم ماست و همه اینها را میتونه در نظر بگیرد. خداوند متعال در این آیه میفرماید که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. پس میبینیم میگه خودتان را نگه دارید، خودتان را حفظ کنید. پیام این آیه میتونه یکی از پیام های او سلامت جسم ما باشد. ما خود ما را از چی چیزه
نگه داریم. خب وقتی به تفاسیر مراجعه میکنیم، وقتی به ائمه علیه السلام که اینها الگوهای ما هستن مراجعه میکنیم، میبینیم اینها به کدام سمت و سو ما را دعوت کرده بر این که یک زندگی سالم داشته باشیم. خانم فتحی، شما اشاره کردین به سلامت سبک زندگی و اینکه باید سالم باشه. اما میخواستم بپرسم آیا این سلامت فقط از نوع جسمی است یا نه ابعاد دیگه ای را هم در بر میگیره؟ حالا مثلا فقط شاید به سلامت جسمی که مثلا از بیماری ها خود مراقبت کنیم، حالا تایم خواب ما به اندازه باشه که مورد نیاز بدن ماست و موارد دیگر که شما به صورت تحت عنوان سلامت جسمی از او یاد کردن، ابعاد دیگه ای هم داره این سلامت یا نه؟ بله قطعا. وقتی که ما یک شخص میگیم این شخص سالم است، خب روحش، جسمش و ابعاد دیگر زندگی که ما در او درگیر هستیم، مثلا ما یک زندگی خانوادگی داریم، زندگی اجتماعی داریم، خب ما در همه این زمینه ها اگر سلامت داشتیم، به این فرد میگیم فردی است که از سلامت روان یا سلامت جسم برخوردار هست. پس وقتی از سلامت صحبت میکنیم، تنها منظور ما سلامت جسمی نیست، چرا که انسان جسمش بر روحش و روحش بر جسمش تأثیر میگذاره. چنان که همینطور ابعاد دیگر زندگی ما، خانواده ما و در اجتماعی بیرون که ما زندگی میکنیم، همه اینها بر همدیگه تأثیر دارد. پس همه ابعاد را، این سلامت اجتماعی، جسمی، روانی و معنوی، شامل این گفتار ما میشود و نکات را انشالله عرض خواهم کرد. پس میبینیم که اگر از سلامت جسم بخوایم صحبت بکنیم، در یکی از روایت ها امام علی علیه السلام میفرماید که فقر یک بلاست، یک مصیبت است برای انسان، چرا که زندگی او را تحت شعاع قرار میده، زندگی او را تحت تأثیر قرار میده. بعد امام در ادامه این روایت میفرماید که سختتر و بلای بزرگتر امراض بدن است. یعنی اگر کسی خدای نخواسته در بدنش خلل باشد، بیماری باشد، او شدیدتر از فقر است که انسان دارد. خب شما میفهمین که فقر را وقت معنا میکنن یک فقر و هست که فقر اقتصادی منظور ماست، یعنی شخص در معیشت زندگی خودش تنگ دست است. یک وقت است مثلا فقر فرهنگی دارد، به لحاظ اون دریافتایی که باید داشته باشد نداره، این فقر فرهنگی است. یک وقت است در رفتارهای اجتماعی ایشان، مثلا یک شخص فقر اجتماعی دارد و همینطور اوزه های دیگر هم در نظر بگیرید. اما امام علیه السلام وقتی که از یک سختی یاد میکنه، میگه که بلایی که سختتر از فقر حتی اقتصادی، اون فقر است، اون بلایی است که در جسم ما باشه. یعنی خدای نخواسته شخص مریض باشه و اون مرضش تاثیرگذار است در افکارش. شما این مثال معروف را شنیدید که عقل سالم در بدن سالم است. یعنی اگر ما جسم سالم داشته باشیم، قطعا افکار ما سالم است و وقتی یک تصمیمات میگیریم یا انجام دیگه امورات زندگانی ما، مثلا میخواییم یک مراسم معنوی را شرکت بکنیم، همه اینها تحت شعای همدیگه قرار میگیرند. پس میبینیم که چقدر مهم است و تأکید هم آیات ما بر حفظ سلامت در همه ابعاد و هم روایات ما در این زمینه داریم که این را میفرمایند. و از طرف دیگر زندگی سالم وقت ما میگیم، خب برمیگردیم که یک نهاد به اسم سازمان جهانی بهداشت جهانی وقت تعریف از یک سلامت میده که مثلا ما به چه شخص میگیم که این شخص سالم است یا زندگی سالم دارد. میبینیم اونها هم، یعنی علم هم، کسانی که حتی هم عقیده ما نیست، اما به عنوان یک انسان، به عنوان اشخاصی که اینها صاحب دید هستند، صاحب نظر هستند، وقتی میفرمایند میگن که منظور ما این است که فرد به لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی سالم باشد.
اگر در این سه تا شاخصه شما دیدین یک فرد سلامت روان داشت، میگیم که زندگی او سالم است. جسمش سالم بود، میگیم که چی؟ این شخص سالم است. بله، ممنونیم. اجازه بدید که ادامه بحث با شما بعد از یک میان برنامه کوتاه دوباره دنبال کنیم و بر تک تک لحظه هایی که شما بر ما سپری میکنیم بر تماشای برنامه ما احترام قائل هستیم و قدردان شما هستیم که ما را همراهی میکنیم. برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. من غصه دار غصه های بی قرینم، من کربلا را یادگار آخرینم، من یادگار روزهای خاک و خونم، من یادگار چهرهای لالگونم، من تشنگی را در حرم احساس کردم، یاد دو دست خونی عباس کردم، من کودکی بودم که آهم را شنیدند، دیدم سر جد غریبم را بریدند، من دیدم در وقت تشییع جنازه اسبان دشمن را که خورده نعل تازه، من با خبر هستم ز باغی بشکوفه، خورشید را بر نیزه دیدم بین کوفه، گرچه کنون مسموم از زهر هشامم، گرچه کنون مسموم از زهر هشامم، من کشته ویرانه‌ای در شهر شامم، من روزخانی در منا برپا نمودم، خود روزخانه قتل آن مظلوم بودم، من سوختم از داغ بانوی مدینه، سنگ مدینه می زدم هر دم بسینه، حالا که نقش زهر کین در سینه مانده، از جسم پاک من فقط یک اسم مانده، یارب قرارم را زنی رنگش رو بوده، در مجلس مستی مرا دعوت نموده، زهر عدو خون کرده قلب آتشین را، گریان نموده چشم زین العابدین را، صلی الله علیک یا مولای یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله. شما را خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری. شما تماس برنامه در خدمت شما زیرنویس میشه، میتونید با ما در ارتباط باشین و نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما را با جان و دل میپذیریم. اما امروز با مناسبت شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و همچنین با مناسبت روز جهانی مواد مخدر، موضوع برنامه را از سبک زندگی سالم از منظر امام محمد باقر علیه السلام انتخاب کردیم و راجع به این موضوع بحث و گفتگو کردیم. در بخش اول برنامه ادامه بحث را میشنویم از شما خانم فتحی بزرگوار. گفتیم که ویژگی های زندگی سالم، میخواستم بگیم که این ویژگی ها چی هست در زندگی سالم؟ خب عرض شد که زندگی سالم وقتی بحث میکنیم میگیم در همه ابعاد باید زندگی سالم باشد، در بود جسمانی، روحی، معنوی، اجتماعی و مسائل دیگر. خب خصیصه یک زندگی سالم، یعنی یک ویژگی سالم که ما بگیم که این ویژگی ها را اگر یک زندگی داشته باشه، این زندگی با این ویژگی ها سالم هست. درست هست. چگونه این را تشخیص بدیم؟ ما باید به شیوه زندگی افراد، به روش زندگی افراد نگاه بکنیم و به صورت با
باشد که سیستمی باشد، یعنی کلنگر باشیم، یک رفتار فردی را نگاه نکنیم. مثال میزنم، وقتی میگیم یک زندگی سالم است، یعنی ساختارمند باشد. یعنی وقتی فرد از اول صبح از خواب بلند میشه، ببینیم برای حفظ سلامتی خودش چی کارهای انجام میده. مثلا در اول صبح ورزش میکنه، سعی میکنه که صبحانه خودش اول وقت بخوره، تایم مثلا برای خودش گذاشته که مطالعه کنه، تایم رو گذاشته مثلا برای کار خودش، زمان را هست که برای عبادت های خودش گذاشته. سعی میکنیم ساختار این زندگی یک ساختار بسیار روشمند است و این شخص برای این زندگی برنامه داره و سعی میکنه که همه چیز در خدمت سلامتی او باشد. خب اگر احیانا یک وقتی یک رفتار کوچیکی از او دیدیم که شاید بگوییم به زعم ما این رفتار ناسالمه، شیوه زندگی او ناسالم است، عرض شد که نه، مثلا ما نگاه بکنیم به مجموع زندگی اون فرد. به عنوان مثال، مثلا در تغذیه، یک شخص است که بسیار مراقبت میکنه از خودش، چیزهایی را استفاده میکنه که بر بدن مفید باشد. هیچ وقت به عنوان مثال از نوشیدنی هایی که قند دارن، مثلا زیاد قند دارن، مضر است بر بدن، گاز دارن، استفاده نمی کنه. اما شاید یک وقت ما ببینیم که این شخص، ما او را میگیم شخص سالم است، به همه ابعاد زندگی خودش توجه داره، از این نوشیدنی مثلا استفاده کرد. خب یک رفتار او را ما نمیتونیم که بگیم نقص کرده شیوه زندگی سالم او را. اما اگر چون ابعاد گسترده داره، بله، دیگه زندگی سالم تنها حالا تغذیه تنها نیست، حالا بله، یک گوشه ای از تغذیه، حالا اگر یک زمانی هم اتفاق افتاد، این معنی نیست که کلن سبک زندگی او را زیر سوال ببریم. بله، پس اولین خصیصه و یک سبک زندگی سالم این است که شخص برای خودش برنامه داره و به همه ابعاد وجودی خودش ملاحظه میکنه که توجه میکنه که این سلامت حفظ بشه. و دومین ویژگیش این است که این زندگی سالم او برخواسته از باورها و ارزشهایی است که او قبول کرده. امروز روز شهادت امام محمد باقر است، ما به توصیه های اونها گوش میدیم و بر اساس توصیه هایی که اونها کردن رفتار میکنیم. من مسلمان حالا در کشور اسلامی زندگی بکنم یا در کشور غیر اسلامی زندگی بکنم، چون انسان باورمند هستم، چون اعتقادات من، ارزش های من، زندگی مرا میسازه، پس من اگر در یک محیط ناسالمم قرار بگیرم، برای زندگی سالم خودم کوشش میکنم، تلاش میکنم. مثال میزنم، مثلا شخصی است که در کشور غیر اسلامی زندگی میکنه اما خوی مسلمان است، برای خودش طبق دستورات اسلامی این اجازه را نمیده که از هر گوشتی که در مغازه های اونجا فروخته میشه استفاده کنم. چون انسان باورمند هست، معتقد هست، میره جای خریداری میکنه که ذبح اسلامی شده باشه او گوشت. به عنوان مثال، هرچند که دیگر ها از گوشت های دیگر غیر ذبح شرع اسلامی هم استفاده میکنه، اما این شخص برای سلامتی خودش ارزش قائل است. چون شما میدانین که آنچه را که اسلام به عنوان حلال بیان کرده چیزهایی است که برای ما مفید است. آن چیزهایی که مثلا حرام است، اون چیزهایی است که برای بدن یا برای روح و روان ما مضر است. خداوند اون را به عنوان یک چیز مضر بیان کرده، حرام اعلان کرده. پس من مسلمان بر اساس آموزه های خودم در هر موقعیتی که باشم، در هر جایی که باشم، چون این ویژگی را دارم، سعی میکنم بر زندگی سالمم اهمیت قائل بشم و این را رعایت بکنم.
فکر میکنم خانم فتحی یک سری عوامل بر سبک زندگی ما هم تاثیر دارد بر انتخاب‌های ما که از چه روشی سبک زندگی خود انتخاب کنیم. حالا شما به عنوان مهمترین عامل به اشاره کردین که باور و فرهنگ آدم‌ها و ارزش‌های اونها به نوع سبک زندگی اونها تاثیرگذار است. من فکر میکنم حالا بعضی شرایط دیگه هم مثل شرایط جغرافیایی، جنسیت، حالا مسائل مثل نژاد و مسائل دیگه هم میتونه برای این موضوع اثرگذار باشه. درست است یا نه؟ قطعا اینها هم اثرگذار است. مثلا در همین چیزی که شما فرمودین که شاید مثلا اقلیم یک جایی با اقلیم ما تفاوت بکنه. مثلا در نوع طبخ غذاها شما اقلیم را در نظر بگیرید، خب یه کشورهایی هستن که از غذاهای گرم استفاده میکنن، بله، از غذاهای مثلا تند استفاده میکنن، همین غذا در یک اقلیم دیگه استفاده نمیشه. خب اگر یک شخص آمد استفاده کرد به عنوان یک تنوع، خب این سلامتیش به هم نریخته. اما اگر بخوای همون چیزهایی که در اونجا استفاده میشه تداوم داشته باشه، قطعا سلامتی او رو به خطر خواهد انداخت. پس ببینیم که در همه ابعاد، حالا میتونه در سبک زندگی از لحاظ پوشش درست است؟ بله. و همینطور از مسائل دیگر هم ما تأثیر بپذیریم، حالا ما هرچند که در یک کشور دیگر باشیم، اما چون ما انسانهای معتقد هستیم بر اساس اون ارزش هایی که ما قائل هستیم، هرچند در یک موقعیت دیگه قرار بگیریم پایبند به اصول خود ما می باشیم. پس از همین جاست که ما میگیم که چرا بپردازیم به زندگی ائمه علیه السلام. چرا این باید از همین جا به دست بیاریم که ائمه علیه السلام بهترین و سالمترین زندگی رو اونها داشتن. شما اگر مطالعه بکنید در زندگانی ائمه علیه السلام، اینها را هیچ وقت به لحاظ جسمی یا روحی روانی مریض نمیبینید. بله. مریض احوال اینها نیستن. طبیعی است که یک انسان در طول سال شاید یک بار دو بار مریض بشه و دکتر نیاز پیدا بکنه. اینها روند عادی زندگی است. اما وقتی ما سلامت صحبت میکنیم، این یک شخصی که دائم مریض احوال باشه، جسمش یا روحش. بله. بس این مد نظر ماست، چون هویت انسان میگه که سه لایه داره. یعنی اگر ما بخوایم یک هویت یک انسان رو بشناسیم، از سه تا لایه تشکیل شده. خب این لایه های زندگی در زندگانی ائمه علیه السلام به طور کامل و جامع نهادی نشده و آنها از علوم الهی بهره مند هستند. اونها می توانن الگوی ما باشن برای زیست سالم. شما به موارد سلامت جسمی اشاره کردن از منظر اسلامی و دینی و ای که حالا تاکید زیاد شده روی ای که مراقبت کنیم از جسم خود و سلامت جسمی خود، اما گفتیم سبک زندگی سالم ابعاد دیگه ای هم در بر می گیره، بود روانی، اجتماعی و بود معنوی. و می خواهیم که یکم بیشتر راجع به اون مسائل دیگه صحبت کنیم. حالا از بود روانیش، طبیعتا تنها سلامت جسمی مد نظر نیست. از ابتدای برنامه متذکر شدیم که اگر میخوایم یک زندگی سالم داشته باشیم، باید به تمام ابعاد که ذکر کردیم متوجه باشیم و دقت کامل داشته باشیم. راجع به بود روانیش با ما صحبت کنید خانم فتحی، که از نظر اسلامی برای داشتن یک زندگی سالم از نظر روانی چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدین و چطور باید عمل کنیم؟ ما همیشه مثلا از تقوا صحبت کردیم و بسیار یک مفهوم عام میگیریم تقوا را. وقتی این کلمه را به کار میبریم، همیشه فکر ما به این است که همین انجام واجبات و ترک محرمات میگیم. ولی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه وقتی از تقوا صحبت میکنن، تقوا را به معنای بسیار گسترده میدانن. تقوا یعنی میگه حفظ سلامت جسمت، روانت، دینت، دنیا، آخرت، همین ها برای این است که ما تقوا رو در همه ابعاد رعایت بکنیم. خب بله. شاید بگوییم تقوای یا سلامت روح و روان ما این است که ما افکار ما را درست
داشته باشیم، اصلاح بکنیم اگر افکار نادرست داریم. اگر در حوزه اخلاقیات ما اخلاق ناپسند داریم، درست بکنیم. امروز هم متاسفانه شما می دانید که زندگانی ما دچار سختی هاست. بله. و روز به روز این مشکلات هم زیاد می شن. انسان ها از یک سو تنها تر می شن. زندگی اون جمعی قدیم هایی که ما با داشتیم، مثلا ارتباطات گسترده‌ای که با فامیل ها داشتیم، داره اینها کمتر میشه. خب همین ها سلامت روانی ما را به خطر مندازن. تشویش های ذهنی ما باعث میشه که جسم ما هم به تبع اون تشویش هایی که داریم مریض بشه. خب ما برای این که یک سلامت روانی هم داشته باشیم باید چه کار بکنیم؟ معنویات یکی از اموری است که ما را امیدوار میکنه. بله. امروزن متاسفانه در جامعه کمابیش میبینیم ناامیدی حاکم است. یعنی هر کسی که در مورد زندگانی صحبت میکنیم یک نوع ناامیدی در زندگی او هست. ولی ما بیاییم اگر باورهای خودمان را تقویت بکنیم، خداوند متعال را بزرگتر از اون مشکلاتی که ما داریم بدانیم و زندگی را صرفا برای همین دنیا ندانیم که بگوییم خب ما هر چقدر تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، باز هم در جایی نمیرسیم. آخرت را هم بله آخرت هم باید در نظر بگیریم. سپاسگزارم از شما خانم فتحی بزرگوار. اجازه بدین که ادامه بحثتان بعد از میان برنامه با بینندگان عزیز پی بگیریم. میریم و برمیگردیم، دوباره خدمتتان خواهیم بود. والا بود مقام تو یا باقر العلوم، جانم فدای نام تو یا باقر العلوم. ای پنجمین امام که چشم خواص است، دائم بلطف عام تو یا باقر العلوم. باشد اساس دین نبی حب آل او، خود این بود کلام تو یا باقر العلوم. از انقلاب علمیت اسلام زنده شد نازم بران قیام تو یا باقر العلوم. شیرین بود کلام تو هرچند از ستم گردیده تلخ کام تو یا باقر العلوم. سوزانده است جان هشام پلید را آن آتشین پیام تو یا باقر العلوم. گیرد ولی عصر به گاه ظهور خش از دشمن انتقام تو یا باقر العلوم. همچون حسین سرور آزادگان بود آزادگی مرام تو یا باقر العلوم. صلی الله علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله.
امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند هر که خوش نیت باشد روزیش افزایش مییابد. یک بار دیگر خوش آمد میگیم شما را به برنامه روشنا، راجع به عوامل مؤثر بر زندگی سالم با هم صحبت میکردیم. خانم فتی اشاره کردین به اینکه خب تنهایی خودش یک عامل مضر هست برای زندگی سالم و از بعد روانی به خصوص. گفتین که حالا با وجود پیشرفت تکنولوژی و وابستگی بیش از حد مردم به گوشی و حالا اینترنت و این موارد، کنارگیری از اجتماع و از دوستان زیادتر شده و بیشتر گرایش به تنهایی ایجاد شده. یک سری عوامل اقتصادی هم حالا وجود داره که انسانها را مجبور میکنه به تنهایی. ما اگر بخوایم راجع به بحث ازدواج صحبت کنیم که جوانان از همون حالت تنهایی در بیاره، میبینیم که باز یک سری سنگهای پیش روی جوانان هست بر بحث ازدواج، حالا چی دختر و چی پسر. از بعد اقتصادی اگر ببینیم، اگر یک سری آسانگیری ها و سهلگیری هایی بشه در قسمت ازدواج خانواده هایی رو در نظر بگیرن، فکر میکنم این هم میتونه بسیار مؤثر باشه که انسان ها از تنهایی در بیاین. صله رحم در نظر بگیریم، رفت آمد های با خویشاوندان بیشتر بکنیم، با هم به صورت بهتر و خوشنیت تر چشم هم چشمی ها رو کنار بگذاریم، حسادت ها رو. همه اینها میتونه در ای که ما به عنوان یک انسان که ذاتاً هم مدنی هستم و اجتماعی به طب هستم تأثیر داشته باشه و من دیگه این تنهایی را در زندگی خود نداشته باشم، یا اگر هم دارم کم رنگ تر باشه، چه بسا که تأثیر بسزایی داره در سلامت ما از نظر روانی در زندگی. راجع به این موضوع صحبت کردین، میخوایم که ادامه بدین و عوامل مؤثر دیگه ای را بگین در زندگی سالم بر ما. بله، یکی از عوامل مؤثر بر سلامت ما همین مواردی که شما فرمودین، حذف یا کاهش عادت‌های بد، نادرست. خب در امر ازدواج امروزه شما می‌دانین که مراسم‌های بسیار زیاد در کشور ما ایجاد شده. بله. خب این تنوع از مراسم‌ها، شما از روزی که یک فرد میخوای ازدواج بکنه تا روز که در منزل خودش میره، شاید یک سال طول بکشه در بر میگیره. بله. و ما مناسبت هایی در طول سال داریم و میبینیم که روز به روز به این اضافه میشه. ما سعی بکنیم در این شرایط بد اقتصادی از این نوع مراسم ها بکاهیم، کاهش بدیم، نهایتش به دو یا یک مراسم اکتفا بکنیم. اما متاسفانه امروز هم بینیم که هر روز ما میشنویم که عادتهای مراسمهای زیاد شده و این هزینه ها را بالا برده و به تبع دیگه ازدواج ها هم به تاخیر میفته، چون که وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست. و خب وقتی کس ازدواج نکرد، همون مسئله تنهایی و مسائل دیگری که در پی دارد. طبق تحقیقات این هم بگم قابل توجه بینندگان عزیز، برای ای که بیشتر ترغیب بشن برای حذف ای عادتهای ناپسندی که خانم فتی عزیز هم اشاره کردن، طبق بررسی ها نشان داده که تنهایی هر انسان به خصوص جوانان برابر است، هر روزی که میگذره روزانه برابر است با مصرف یک پاکت سیگار که از نظر جسمی اینقدر ضرر میرسانه به انسان. پس چه خوب است که حداقل برای حفظ سلامت جوانان خود یکم توقعات کاهش بدیم، بیاریم پایین. و ببخشید میشنویم از شما ادامه میدیم بحثتان. شما فرمودین که امروز روز مبارزه با مواد مخدر است و سازمان ملل این روز را اعلان کردن. خب یکی از عادتهای بسیار بد و منشه فرهنگی دارد این مسئله، منشه اقتصادی دارد. بله. مردم فقر فرهنگی دارن که سمت این مواد میرن و جسمشان را به خطر مندازن، سلامت روانشان را به خطر مندازن. شما میدانید که بسیار مضر است بر بدن انسان این مواد مخدر. طبق تحقیقات مثلا شخصی که مواد مخدر میکشه بیماری کلیوی میگیره، کلیه های او متورم میشه. شما میبینید که اون سلام زیبایی انسان به خطر مندازه. شما یک شخص را دیدین که از این مواد استفاده میکنه، جسم نحیفتر داره، مثلا دندانهای ناسالم دارد و
موارد دیگر. خب از نظر اجتماعی هم خانم فتحی چنین فردی زیاد موارد پذیرش جمع‌های خانوادگی و دوستانه هم نیست و سعی میکنن از او دوری کنن. بله، به عنوان یک فرد که مضر است بر خانواده، مضر است بر اجتماع، کسی به سمت او نخواهد رفت، به او شغل نمیدن، به او مثلا به عنوان شخص یک جوان باشه همسر نمیدن. و شما موارد دیگر همینطور در نظر بگیرید. یا در پایین تر اگر نگاه بکنیم، سطح بالایش مثلا مواد مخدر که دی درگیری مسئله هستن، عادت های ناپسند دیگر هم در جامعه ما متاسفانه هست، مثل چلم کشیدن، مثل سگرت کشیدن. اینها عادت های ناپسند زندگی است که هم سلامت جسمی ما را در خطر مندازه و هم سلامت روحی ما را به خطر خواهد انداخت. پس بنابراین یکی از عوامل این است که ما این عادت ها را انشاءالله کم کم کاهش بدیم و تا به اینجا برسه که اونها را حذف بکنیم از زندگی ما. در کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، اگر یک جنبندی بفرمایید. در همینجا امروز چون مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام است، ایشان در یک روایت میفرمایند که کمال یک شخص، یعنی اگر یک شخص رو بخوایم به نهایت یک کمال یک چیز رسیده است، خب ما میگیم سلامت. به نهایت این برسد که یک فرد به سلامت جسمی یا روحی یا معنوی اینها برسه. امام میفرماید این شخص چند تا ویژگی باید داشته باشه. فهم در دین داشته باشه. یعنی اگر کسی میخواد به کمال برسه، به سلامت برسه، دین خودش رو بشناسه. بر مصیبت هایی که بر او وارد میشه صبر بکنه. خب آلی مصیبت فقر فرهنگی است. بله. فقر اقتصادی است، یا خدای نخواسته کس عزیز را از دست داده، میتونه مصادیق متعدد داشته باشه. امام میفرماید صبر بکنین. و دیگر این که در مخارج زندگیتان میانه رو باشین. بله. یعنی ما اگر این ملاک ها را در زندگی ما رعایت بکنیم، یک فردی هستیم که به کمال رسیدیم. یا در جای دیگر امام علیه السلام چند مورد میفرمایند که اگر این موارد رعایت بکنید شما یک انسان به سالم هستید. حضرت میفرمایند اگر کسی به شما ستم کرد، شما ستم نکنین به او. ظلم بر شما کرد، یا خواسته یا ناخواسته، مقابله به مثل شما نکنید. مقابله به مثل نکنید، چرا که سلامت روان ما به هم میخوره. همیشه در نقشه این هستیم که چگونه ما از او انتقام بگیریم. درست. اگر فرد به شما خیانت کرد، شما در پی او نباشید که به او خیانت کنید. یا اگر کسی شما را اذیت کرد، شما در پی او نباشید که او را اذیت بکنید. حتی اگر شخص شما را، حضرت میفرمایند که مدح و ستایش کرد، شما بسیار خوشحال نشید. امام میفرماید که اینجا مغرور نشید بر این که باز هم سلامت ما را به خطر مندازد. و در آخر میفرماید اگر کسی شما را نکوهش کرد، سرزنش کرد در مورد یک کار، شما در پی نباشین که او را سرزنش بکنید. پس میبینیم همه این موارد ما را سمت و سوق میده به سمت چی؟ به یک زندگی سالم. یا مثلا امام رضا علیه السلام میفرماید که شما بر زندگانیتان اوقات را به 4 قسمت تقسیم بکنید. که این 4 قسمت زندگی سالم شما را تشکیل میدهد. امام میفرماید که ساعت را شما برای خلوت با خداوند قرار بدید. خواهی نیم سلامت معنوی روحی. ساعت را برای مثلا کسب معاشتان قرار بدین. بالاخره این زندگی تأمین میخواد به لحاظ اقتصادی. ساعت‌های را قرار بدین و در ساعت را میگه برای صله رحم، و در آخر میگه ساعت را برای کسب لذت‌های جسمی و مادی. پس بنابراین ما سلامت را که وقت میگیم در همه ابعاد زندگی ما نقش دارد. ممنون و سپاس از شما که در برنامه تشریف آوردین و با ما صحبت کردین، و همچنین ممنون و سپاسگزاریم از شما که ما را تا پایان برنامه همراهی کرده. مراقب خودتان، سلامتیتان و خوبی هایتان باشین. تا سالم بمانید. بدرود.